خانم ها آقایان، با گرمترین درودها به برنامه پرسش و پاسخ از لندن خوش آمدید. امیدوارم خوب و سرحال باشید. این برنامه را میتونید از چند پلتفرم ملاحظه کنید: bijanfarhoodi.com، یوتیوب، تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و آیدیا تیوی. مهمان برنامه این جمعه 8 بهمن 1400 حسن دایی، تحلیلگر مسائل ایران هستند در آمریکا. درود بر شما آقای دایی در ایالت کنتیکت. درود بر شما آقای فرهودی عزیز، درود بر بینندگان. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که بحث خوبی باشه، بتونم تا اونجایی که میتونم به سوالاتی که هست پاسخ بدم. همیشه حضور شما آقای دایی باعث خوشحالی مخاطبین ما میشه. دوستان، در این هفته هم موضوع سفر بی حاصل هفته پیش ابراهیم رئیسی به روسیه که نشان از ذلت و خاری رئیس دولت 13 در برابر ولادیمیر پوتین دیکتاتور روسیه داشت و همینطور اعلام اجرایی شدن قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه از خبرهای مهم بود و نقل بسیاری از محافل در ایران و بسیاری از هموطنان در فضای مجازی از اینکه مسئولین نظام جمهوری اسلامی با گستاخی کشور عزیزمان را به صورت برده این دو رژیم سلطه‌گر درآورده و مملکت را اندک اندک به روسیه و چین واگذار می‌کنند، شدیداً زبان به انتقاد گشودند. روز چهارشنبه فیلم خروج رئیسی از کرملین پس از دیدار با پوتین توسط یک خبرگزاری روسی منتشر شد که در مضحک بودن دست کمی از فیلم ورود رئیسی به تالار گفتگو با پوتین و بی‌محلی رهبر روسیه به او نداشت. انتشار این ویدیو توسط روسیه نشون میده مسکو عمدن اصرار داره تحقیر رئیس جمهور ایران رو علنی به نمایش بذاره. به گفته یکی از کاربران اصلا آدم حسابش نکردن و کاربر دیگری نوشته این یعنی عین ناشیگری و عدم هماهنگی. مدیر اجرایی این سفر باید جایزه بگیرد. این رو هم باید اضافه کنیم که این سفر هیچ دستاورد مشخصی نداشته و هیچ توافقنامه و قراردادی هم امضا نشده. آقای دایی، حتما شما هم فیلم‌های گوناگون از سفر رئیسی به روسیه رو دیدید. فکر می‌کنید وقتی روس‌ها به او گفته بودند که سفرش تنها می‌تونه در سطح یک دیدار کاری بدون تشریفات خاص باشه و حاضر به دعوت از او برای یک سفر رسمی نبودند، او باید این خواسته رو میپذیرفت یا اینکه با نرفتن به این سفر احترام خودش و عزت و اعتبار ایران رو حفظ میکرد؟ به راستی چه لزومی برای انجام این سفر در حال حاضر بود، بجز اینکه گویی رئیسی به مسکو فرا خوانده شد تا پوتین نکاتی را بهش تذکر بده؟ برداشت شما چیه؟ آیا غیر از این بود که به قول برخی از هموطنان نوکر رفته بود پابوس ارباب؟ عرض کنم که به اعتقاد من نکات مهمی هست، خیلی مهمه برای ما ایرانی ها که درک بهتری داشته باشیم از موقعیت حکومت که چقدر ضعیفه، چقدر درمانده است. ببینید، خب دو تا سوال هست، سوال اساسی هست سوای تمام مسائل که میشه گفت. همونطور که شما فرمودید، چرا پوتین سعی میکنه این تحقیر رئیسی رو
نشون بده، چون حتی فیلم خروجش رو تو تلویزیون روسیه تو برنامه شب نشون دادن و خندیدن و مسخره کردن دو سه شب پیش. چرا مخصوصا نشون میدن؟ چرا رئیسی رو، خب روحانی هم بارها رفت مسکو با پوتین هم دیدار کرد و اینها، چرا تحقیر میکنه اینو به طور ویژه؟ دومی که سوالی که خودتون هم اشاره کردین اینه که چرا جمهوری اسلامی با میشه میره، با اینکه میدونه دید که با قالیباف چطور رفتار کردن، بالاخره اینا آشنایی دارن با پروتکل ها دیگه، میدونن با چطور رفتار میکنه، پاشم برم. چه تغییری کرده با اون دوره؟ چرا این کار رو میکنه؟ من فکر میکنم که ما ایرانی ها یه مقدار هممون تو فضای سیاسی خیلی مباحث هستش که ممکنه به اون عمق قضیه ما نریم، به خاطر مباحث روزی که مطرح میشه، آخ اینها وطن رو فروختن. چون خود من جمهوری اسلامی هم از خیلی اخباری که منتشر میشه، چه در مورد روسیه چه در رابطه با چین، اصلا جمهوری اسلامی باکی از این نداره که بهش مارک وطن فروشی بزنه. کسی که چه مارکی بوده به این جمهوری اسلامی زده نشه، مورد نفرت مردمه. اون چیزی که براش بسیار مهمه تو تمام اینا این که این برداشت بشه که گویا روسیه یا چین پشت حکومتن، باهاش قرارداد بستن، قرارداد استراتژیک بستن، میخوان ازش حمایت بکنن. اگر همچی چیزی، همچی توهمی، چون ببینید بازی دو طرفه است، من همیشه خدمتتون گفتم مثل خواستگاری پسر عموی فلانی از ملکه دختر ملکه انگلستانه، 50% مربوط به خواستگاری این طرف حله، اون 50% هنوز رو هواست. یعنی به این معنا که ما که در وطن فروشی جمهوری اسلامی تردید نداریم که حاضر همه چیشو بده برای که حکومتش بمونه، چه به چین به روسیه. من اون قسمتشو همواره تاکید کردم که این بحثایی که در مورد قرارداد 25 ساله یا قرارداد 20 ساله با روسیه و اینا هست، اون بخشیش که میگه اینها متحد استراتژیک این حکومت شدن، دارن ازش حمایت میکنن، چین میخواد 400 میلیارد دارن، بازم میگن 400 میلیارد سرمایه گذاری کنه روسیه پشت اینهاست، اصلا با این نحوه رفتار نمیخونه. آخه مگه شما میتونید با کسی که متحد استراتژیکتونه میخواد ازش نگهبانی کنید، نگهداری بکنید، جزو اردوی خودتون حفظ بکنید، بیاد اینطور تحقیرش بکنید؟ این ما اگر بیایم واقعا در نگاهمون یه مقدار تغییر بدیم، این ضعف حکومت رو پوتین نشون داد، ما باور بکنیم حکومت ضعیفه. آخه این تبلیغاتی که متاسفانه یه سری ایرانی هم از صبح تا شب تکرار میکنن، تلویزیون رو باز میکنیم میبینی یکی از این شبکه‌های لندنی، دولت بایدن همه چیز رو به اینها واگذار کرده، حالا بحث بکنیم در هسته‌ای میبینیم اینا با خیال راحت نفت میفروشن، آمریکا رو دارن تحقیر میکنن، روسیه پشتشونه، چین پشتشونه. این تصویر یا قدر قدرتی که داره آمریکا رو مسخره خودش کرده، چین و روسیه هم پشت خودش داره، اینو مقایسه کنید با اینکه یه آدمو عذر میخوام از طویله اینجوری بیرون نمیندازن که از کرملین اومده بیرون. این یه حکومت ضعیف درمانده است، اینو پوتین فهمیده. بحث به نظر من تو نگاه این که ما به جمهوری اسلامی قدرت میدیم یا واقعیت ببینیم که چقدر ضعیفه. بله. آیدای محسن ماندگاری، سردبیر سابق روزنامه جامعه جمع، در توییتی نوشته از نگاه برخی دیپلمات ها در مسکو هدف پوتین از ملاقات با رئیسی چیز دیگری بوده که اگر صحت داشته باشد بیان آن در این مطلب بجز لطمه به غرور ملی ایرانیان ثمر دیگری ندارد. به نظر شما مگر چیزی از غرور ملی هم این حضرات باقی گذاشتن؟ های دایی ببینید، وقتی که من یادمه که احمدی نژاد که رفت تو کولومبیا صحبت کرد، دانشگاه کولومبیا سال 2007 بود، اون آقای بولینجر رئیس دانشگاه اومد، یادتونه از یه 10-15 دقیقه صحبت کرد، جلو خود احمد نژاد نشسته بود اونجا، همه تلویزیون نشون میدادن، گفت این دیکتاتور حقیر، یعنی رو که به احمد نژاد گفت دیکتاتور حقیر، واقعا سکه یه پولش کرد. من یادمه اسم نمیبرم، یه سری از کسانی که شما خوب بشناسید، اینا اومدن مقاله و نامه نوشتن که به رئیس جمهور ایران توهین کردی، حالا گور بابای احمدی نژاد، ولی این رئیس جمهور ایرانه. ولی واقعش اینه که تحقیر اون موقع است
که یک کشوری مثل ایران یه رئیس جمهوری مثلا ما که میدونیم دروغیه ولی نمایندهشه که بشه مثل احمدی نژاد، ولی وقتی شما میاد یه جلاد یه آدم بی سواد که به گفته خودشون 10-20% بیشتر بهش رای ندادن که اونم تقلبه اینو میکنید مثلا رئیس جمهور، توقع دارید که مثلا پوتین باشون با شما چجوری رفتار بکنه؟ پوتین میبینه شما هیچ اعتباری ندارید، در جهان ایزوله هستید و اصلا محتاج گدا همون طرف دارید در مورد رابطه با پوتین. تنظیم رابطه ای که میکنه، شما تنظیم رابطه ای که پوتین با دیگران میکنه نگاه بکنید، آخه به دنیای واقعی نگاه بکنید. تحقیر ایران این بوده که 40 سال اینا سرکارن که یه همچین موجوداتی به ما نمایندگان ایران هستن. من یادمه وقتی که جان برد وزیر خارجه سابق کانادا، یادمه گفت روحانی رئیس جمهور ایران نیستش که اینا با تقلب و دروغ انتخابات غیرقانونی اینو کردن رئیس جمهور. نامه نوشتن آقا اعتراض کلی امضا کردن ایرانی ها که به ظریف و روحانی توهین شده، ولی واقعش توهینی بود که اینا رو با بکنیم رئیس جمهورمون. ولی اون داره اتفاقا برخورد درست میکنه پوتین، میگه اصلا ترک آدم حساب من نمیکنم. من شاید فکر میکرد تنها اقدامات پوتین که مورد قبول مردم ایران باشه همین تغییر رئیسی باشه، بنابراین تغییر اون موقع است نه این رفتاری که این کرده. وگرنه مردم ما، من فکر کنم جامعه بین المللی هم تفاوت بین ایران و این حکومت رو فهمیدن. البته سوء استفاده میکنه روسیه، چین هم استفاده میکنن تا جایی که بتونن غارت میکنن، تا جایی که بتونن، تا اون لحظه آخری که اینا هستن سعی میکنن غارت بکنن. ولی من تردید ندارم آقای فرودی عزیز، هیچ قرارداد استراتژیکی که دراز مدت باشه با اینا نمیبندن، عمر این حکومت رو دراز نمیبندن. دوم هم میدونن این مردم از اینا نفرت دارن، روسیه همسایه ماست، علی‌رغم همه بدیهایی که تاکنون کرده جنایت کرده، این شعورش میرسه که لااقل مثل یه رابطه نامشروعی میمونه که شما دوست نداری حتی در ملأ عام طرف نشون کسی بدی، میگه آقا همون پنهانی به من هر چی میخواد بفروشی بفروش، اصلا ظاهر نشه که ببینه کسی اینجا. در این حد شده، سوء استفادهشون میکنن، غارتشون میکنن، ولی هیچ حکومتی با اینها، حالا وارد جزئیات بخوام بشیم مسائل اقتصادی بشیم یه بحث دیگه تحریم ها اینا، هیچ کسی به اینا دراز مدت که هیچی حتی کوتاه مدت منافع اقتصادی و سرمایه گذاری هیچ کس نخواهد داد. در این ما تردید نکنم، آخه تجربه گذشته من هست. بله، به طور کلی به نظر میرسه که عمدی در کار بوده برای تحقیر علنی رئیس جمهور شش کلاس درس خونده با این نحوه استقبال و بدرقه و افشای ویدیوهای پشت صحنه دیدار. خب برخی از روزنامه‌نگاران داخلی آقای دایی پرسیدن که آیا وزارت خارجه هنوز قصد احضار سفیر روسیه آقای جاگاریان رو نداره که مثلا بهش اعتراض بکنه؟ اگه جمهوری اسلامی جرأت این کارا رو داشت، یعنی تنظیم رابطه طوری بود که می‌خواست به روسیه اعتراض کنه، خب رئیسی رو نمی‌فرستاد. اینا که می‌دونستن عقب، قالیباف که رفته بود اصلا پروتکل‌ها رو عقب تنظیم می‌کنن، تو نیست که بره اونجا یه دفعه رو نشسته باشه. اینا میدونن احتیاج دارن، اینا نیاز دارن بگن آقا ما اقلا، آخه جمهوری اسلامی کیو داره؟ ببینید هشت و شبی و حزب الله و حوثی و یمن رو بزنید کنار، بشار اسد که خب تکلیف خودش هم فردای خودش هم نمیدونه چیه، تازه اونم از جمهوری اسلامی داره پرهیز میکنه. الان طالبان هم که بره بسون نیم بنده با طالبان، متحد جمهوری اسلامی کیه؟ یکی اون مادوروس که از خونه خودش فکر نمیکنم جرأت کنه بیاد بیرون، یک آدم منزوی تحت تحریم بدتر خود اینا، با کی رابطه دارن؟ اینا مجبورن اینو به رخ دنیا بکشن، مجبورن، یعنی به حاضرن یک به سر من گیرشون میاد دنبال یکی هست که به مردم بگن آقا ببین روسیه پشت ماست، میگن آقا تو وطن فروشی، تو تعقیب شدی، میگه بگو هر چی گفتی بگو، عیبی نداره، ولی اون پشت منه، من پشتم به این گرمه. ما همه جبهه متحد ضد آمریکایی داریم، ما و روسیه و چین و ونزوئلا و نیکاراگوا و فلان، در حالی که اتفاقا همین بخشش یه بحث جدی است. بله، این صحبتی که گفتم آقای ماندگاری کرده در توییتر که ظاهرا احضارش کرده بودن رئیسی رو برای اینکه تذکراتی بهش داده بشه، فکر میکنید چه تذکری مثلا پوتین ممکنه به رئیسی داده باشه؟
میگن آقا تغییر میکنین، مثلا ویدیوشو پخش نکن، خواهش میکنین، مثلا التماس میکنن دیگه، تذکر که چه ارز کنن. من فکر کنم اینجوریه. بله، قبل از سفر رئیسی رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که در این دیدار قرارداد همکاری 20 ساله بین دو کشور امضا میشه، که البته چنین نشد. چه اطلاعاتی از این قرارداد داریم آقای دایی، و آیا اصولا چنین قراردادی با روسیه یا قرارداد همکاری 25 ساله با چین که هر دو کشور ید طولایی در استثمار کشورها دارن میتونه به ترمیم اقتصاد ویران ایران کمک کنه؟ ببینید، اولا اقتصاد ایران بارها بحث کردیم که اولا اینقدر مافیاییه، اینقدر ورشکسته است که هیچ چیزی که الان نجاتش نمیشه نمیده، ورشکستگی برگشت ناپذیره. ولی مثلا 30 سال پیش که اینا بحث میکردن که چی کار بکنیم، هنوز حتی مافیاها اینقدر پیچیده نشده بود در داخل جمهوری اسلامی که نشه دستشون زد، بالاخره دو تا راه حل جلوشون بود. یه راه حلی بود که اون موقع رفسنجانی میگفت که رب با شرکت کنوکو آمریکایی قرارداد بستن، اینا میگفتن با آمریکا تنه زدایی بکنیم، کمپانی های مهم نفتی، چون اقتصاد اینا 90 درصدش نفته، بقیهش که حرفه. که این که ما احتیاج به سرمایه گذاری کلان، صحبت 600 میلیارد نیاز سرمایه گذاری در نفت و گازه، بیان سرمایه گذاران خارجی در ایران، ما با این بتونیم تولید اون رو ببریم بالا، صادر بکنیم و و و بتونیم نفت صادر بکنیم، لوله بکشیم به هند، لوله بکشیم بدن به اروپا، از این صحبت ها نجات بریم، تنش زدایی با آمریکا نشه. این راه حلی بود که رفسنجانی میگفت، بعدا خاتمی روحانی هم به میزانی میگفتن. الان بحث روسیه هم هست، همین بحثش خیلی مهمه. این راه حلی بود که میگفتن. اولا در عمل چیکار کردن؟ در اول به جای که بیان برن به اون طرف، رفتن بمبگذاری کردن تو آرژانتین و اسرائیل و تو عربستان، مخالفت با پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، جبهه مقاومت رو درست کردن. همین آقای بیل کلینتون که حاضر بود کنوکو بره ایران، همین اومد اولین اولین تحریم جدی نفتی، تحریم جدی ایران به نام ایلسا رو 1993 بود، یعنی همه باطل شد. از اون روز تا الان پرونده هسته‌ای اضافه شده، جمهوری اسلامی تو منطقه رفته. یعنی این خواب و خیاله که ما اگه فکر کنیم که سرمایه گذاران خارجی برن ایران، این تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی هست بارها بحث کردیم، اینها تا سقوط این حکومت باقی خواهند، چون اکثرش مصوب کنگره است، بدون تردید اعلام پیدا خواهند کرد. اگه جمهوری اسلامی همه برنامه هسته‌ای موشکی منطقه‌اش کنار بذاره، 10 سال طول میکشه تا کنگره اینا رو برداره. اونا هم اگه بخواد برداره سقوط میکنه. بنابراین این تحریم ها باقی خواهد موند، هیچ سرمایه گذاری در ایران نخواهد شد. بنابراین راه نجات اقتصاد ایران از اون طریق، یا ادغام اقتصاد ایران در سیستم جهانی اقتصاد، مگه شما میتونید یه اقتصاد داشته باشید الان منزوی دنیا؟ این بسته است. یه راه حل هم که خامنه ای داره میگه اقتصاد مقاومتی، یعنی یه اقتصاد مافیایی قاچاقی، نفت قاچاق کنیم به چین از طریق دبی به اسم مالزی، امارات، ونزوئلا، از این کارا. این هم میشه اقتصاد در حاشیه قاچاقی، بخور و نمیر گیرشون بیاره، روز روز بدتر میشه برشون. بنابراین میرسیم اینجا که تو این دستگاه روسیه و چین چیکار میتونن بکنن. حالا یه بحثی هست که اگه فرصتی بوده میتونیم بکنیم، نه دفعات بعد. بحث بسیار مهمه که دعوای چین با آمریکا چیه، دعوای روسیه با آمریکا چیه، چون متفاوته. روسیه تمام اقتصادش از اقتصاد ایتالیا کمتره، چین یه ابرقدرت اقتصادی الان داره از آمریکا میزنه جلو، آینده به اون سمته. دو تا هر دو اختلاف دارن، نوع اختلاف متفاوته بر اساس جایگاه هر کدوم در جهان، جایگاه آمریکاست، نحوه برخورداشون هم فرق میکنه. توی این دستگاهی که اینا میکنن چجور برخورد میکنن، یعنی چین روسیه، چقدر حاضرن به جمهوری اسلامی بها بدن. به نظر من به خاطر تحریم ها، پیچیدگی اقتصاد جهانی که میشه بحثش کرد، بسیار ناچیز. ببینید تفاوت بین که شما نفت جمهوری اسلامی رو، نفت ایران رو به اسم امارات و عمان و مالزی قاچاق بکنی، با کشتی ببری، کشتی به کشتی بکنی، به پالایشگاه کوچیک چین بنانی بفروشی، پولش هم تازه بهت پس نده، به کمک قاچاقچی و پولشویی پولتو پس بگیری، نفتم که حراج کردی، اینو چین حاضره. تازه اونم در چه حدی؟ نگاه بکنید دیگه، الان چین میزان واردات نفت قاچاق از ایران رو با بالاترین سطح رو مقایسه کنیم، بسیار کمتر از میزان نفتی که از عربستان و جای دیگه میخره. بیشتر از این همین
قاچاق بکن، بیاد اینو غارت کن برو. سرمایه گذاری؟ ببین یه مثال، چه راه دور میریم. اولا من به تمام دوستان که در ایرانن و نگرانن همواره گفتم باشون میکنم، میگم آقا شما اسم کمپانی هایی که در ایران فعالیت میکنن بگید اینجا کنگره اقدام خواهد کرد. کدوم کمپانی؟ هی میگن بابا بیان بگی. ببین آمریکا در موقع آقای اوباما شروع شد، آقای ترامپ، آقای پومپو خودش اومد معافیت رو اعلام کرد، آقای بایدن هم ادامه داد معافیت بندر چابهار برای صادرات واردات به افغانستان و خط راهنی که از چابهار به زایدانه، از زایدان تا افغانستانشون قبول خود جمهوری اسلامی بکنه. بله. هند بهش کلی دادن. ببینید این به کجا کشید. یه دو راهن نتونستن بکشن. راهن زاهدان به چابهار کشته نشد به خاطر که درست معافیت داده بودن بکن. کدوم کمپانی هندی جرئت میکنه بره تو ایران تکنولوژی ببره؟ چون همون کمپانی هندی که میخواد بره تو ایران با 100 کمپانی آمریکایی رابطه داره. اونا میگن آقا تو جدید نرو، وکلای ما گفتن ایران تحریمه، رئیس جمهور بعدی میاد گریبانمونو میگیره. الان تو همین پروژه جاده ابریشم جدید هند که نزدیک به تریلیون خرج کرده، شما ببینید بسیاری از کمپانی‌های اسرائیلی آمریکایی شریکن با چین تو تکنولوژی، در جاده کشی، تونل کشی، بنادر و فلان. برای هیچ چی شما یه نگاه رو نقشه بکنید ببینید سرمایه گذاری های چین در آسیای مرکزی، در پاکستان، در عمان، در سریلانکا، در خاورمیانه، در آفریقا رو نگاه بکنید برای جاده ابریشم. بعد بیا ببینید چقدر تو ایران سرمایه گذاری کردید برای همین جاده ابریشم. صفر. صفر. مهمترین کشور، اصلا تردیدی در این نیست، در یه حالت عادی مهمترین کشور برای جاده ابریشم چین ایرانه. اصلا مرکز مواصلات با آسیای مرکزیه، با آسی، با اروپاست، با جنوب، با خلیج فارس، آفریقاست. اصلا از کانال سوئز رو دور میزنن همه اگر راه ایران باشه. خب چرا نمیکنن؟ وقتی اینا بیان 400 میلیارد، ببین سال 99 2019 که من شما بحث کردیم که نشریه اول پراس آقای واتکینز اومد این حرفو نوشت 400 میلیارد. الان 3 سال گذشته دیگه. کو من به همتا میگم یه دونه از اون سرمایه گذاری 400 میلیاردی بد نشون بدید، در واقعیت نشون بدید. آخه ببینید بحث، ما همه میترسیم، وطن فروشی هم تردید نداره، در اینم متاسفانه تردیدی نیست که میکنه جمهوری اسلامی، اونا هم غارت میکنن. ولی اون بخش 50% دوم که بخواد به اینا کمکی بکنه، نخه، نخواهند کرد. سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند کرد. آقای پس این ترسی که هموطنان دارن، فرض کنید صحبت از جزیره کیش میشه، صحبت از جای دیگه مثلا ماهیگیری کف دریا و اینا، اینا رو چیزهایی نیستن که مثلا هموطنان باید نگرانش باشن؟ یعنی فقط در حکم فقط واقعیت نداره؟ یعنی میخوام اینجوری ازتون بپرسم. ببینید جمهوری اسلامی اولا یه حکومتیه آیه برادی، یه حکومت مافیایی ملوک و طوائفیه، اصلا در و پیکر نداره. حتی خود چین میترسه. ببینید من دو تا مثال دارم، نه که نباید بترسی، معلومه باید بترسی. من دو تا مثال میذارم. شما این شرکت کرسن قراردادی که مثلا صدها میلیون دلار و میلیارد، صحبت میلیارده، باید جریمه بدن، زمان خاتمی قرارداد بس، درسته؟ اول احمدی نژاد تو رقابت اومدن لو دادن که شما نفت و گاز و مفت فروختی به کرسن، به هم زدن، یادتونه که. بله. بعد یه دفعه کیهان لند، همون کیهان ایران، نوشت که امروز رحیمی و نه معاون احمد نژاد با نمایندگان کرسن دارن دوباره قرارداد میبرن، زدن دوباره زیرش. دوباره روحانی اومد کار به داد، یعنی اینقدر همدیگر لو دادن، رقابت کردن، اصلا قرارداد باطل شد، بعد میلیاردها جریمه بدن. این یه نمونه. نمونه دوم، زمان خاتمی اومدن، فکر کنم تو کیش بود، اینا میخواستن یه مجتمعی بزنن، نیم میلیارد هتل و نمی چیزا بودش، به هم زدن. سه تا رئیس جمهور احمدی نژاد هم اومد بکنه، به هم زدن رو رقابت ها. در یه نمونهش من یادمه آلمانا خاکبرداری شروع کرده بودن، امام جمعه بندر عباس تو نماز جمعه اومد گفت آقا کجا نشستی که تو کیش؟ خارجی ها اومدن دارن ناموس ما رو میخوان بین ببرن، دارن قمارخونه میزنن. تو همون نماز جمعه قبل آماده کردن با لنج، با بیل و کلنگ و چوب و چماق و زنجیر حرکت به طرف کیش، که اطلاع داده شد به اون به پیمانکاران آلمانی، همه فرار کردن.
آخه توی مملکت کجا؟ آخه ما باید ببینید، ما نگران باید باشید. صحبت از کی؟ ماهیگیری قبول دارم، ماهیگیری رفتن قرارداد بستن که اصلا خارج از ایران بوده، اونم تازه لو رفت. مگه میشه بیان تو بنادر ایران بیان یه بخش تصور؟ اصلا غیر قابل تصوره. چون چی میدونه این غیر قانونیه؟ میدونه این حکومت بی ثباته؟ تازه ممکنه بیاد یه چند سباهی یه چیز غارت کنه بره، ولی میدونه این حکومت بی ثباته؟ کجا بیا سرمایه گذاری کنه دراز مدت که مردم ایران پرفرد رو بیرونش بکنن؟ همچین کار نخواهد کرد. بنابراین من میگم اون قسمتی که غارت هم بکنه، غارت های همینجور قاچاقه، مثل قاچاق نفت. یه جا بخواد بمونه، یه چیز واگذار بشه، با ماهیت اون رفتاری که مردم دارن، نوع داخلی که هست، بسیار بسیار دشواره برای حکومت. و یکی از دلایلی هم که میتونه پوتین باشون رفتار کنه اینه که اینا دستشون حالا برای خیلی امتیازات ممکنه بسته است تو دعوای خودشون، حتی توان امتیاز دادن یه سری جهان ندارن، تو اختیار ندارن، اختلافاتشون زیاده، اینا هم هست. در مورد قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین که به گفته امیر عبداللهیان اجرایی شده، های دایی دیدم یک نماینده مجلس به نام کوهساری گفته فقط نمایندگان خاص از این قرارداد با خبرند، به ما که کسی چیزی نگفته. این نماینده پرسش مهمی رو مطرح میکنه، چطور آقایان از اجرایی شدن قراردادی حرف میزنن که نه در مجلس تصویب شده و نه اکثر نماینده ها از اون با خبرند؟ های دایی ببینید، این یه تفاهم نامه است، سال 2016 6 سال پیش امضا شده. هر تفاهم نامه کلی که ها باید بشه به قرار داده، همطور که همین دو سه هفته پیش وزیر نفت خودشون گفت، بابا دیگه خودشون داره میگه، میگه آقا این یه تفاهم نامه است، 6 سال داره اینو میگن همشون، باید تبدیل بشه به قراردادهای مشخص در زمینهای مشخص، تو ریل باشه، تو جاده باشه، تو بنادر باشه، دفاع، با قرارداد توش در بیاد. هنوز اجرا نکرده، هیچ قراردادی توش در نمیاد. میتونیم بگیم که قرارداد در اومده، به کسی نگفتن. خب ما باید بالاخره یه جا ببینیم که بیان حضور داشته باشن، بالاخره یه کمپانی باید باشه. من حرفم اینه که چیزای استراتژی، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که اینا دارن صحبتش میکنن که بیاد توی جزیره بخواد بمونه سرمایه گذاری بکنه، بره بنادر، بیان توی جاده ها، راهن، دفاعی و اینها، هزینه گزافی برای چین داره. یک نظر تحریم ها مهم طرف همه. شما بیاید روابط چین رو ببینید، تفاوت داره با روسیه ها. روسیه که به قارتی با کنچات آهنپاره بفروش یه چیزی بگی این کار بیشتر از هم نخواهد. اما چین، ببینید چین تریلیونی داره رو آینده خودش و جهان داره حساب باز میکنه. چین نمیتونه حامی استراتژیک حکومتی مثل ایران باشه که داره به دبی، امارات یعنی متحد اصلی چین تو منطقه، داره موشک میزنه تو فرودگاه. روابط چین رو با عربستان و امارات نگاه بکنه، میتونه بیاد چین پشتیبان اینا باشه؟ آخه چطور تنظیم رابطه ایه؟ نمیتونه که، نمیتونه. برای همینم نکرده تا به حال. حالا ما حرفمون اینه، ببینیم، من میگم همیشه حرفم اینه، میگم ما نگرانی، به ما هم که نمیگن، درست؟ من تردیدم ندارم که در اینا سرمایه‌گذاری جدی کسی نمیکنه، ولی تمام این بحثا که میگن اما قرار داد بوده و ما ندیدیم و کجاست، میگم باشه، هر جا عملی کسی، هموطنان، مگه میشه همه چیز تو ایران دارن لو میدن؟ تو خانه خود ولی فقیه اخبارش داره در میاد. آخه اولین شرکت چینی که بعد بیاد ما باید با خبر بشیم دیگه. الان 3 سال شما دو من جزئیاتو گفتین که شرکت‌های چینی اینجا و اینجا کجا اومدن؟ کجا؟ بیان شرکت چینی من ببینم کدوم شرکت. گفتم به هموطنان داخل هم بیتین خبرنگارهایی که میشناسن بهشون گفتم، گفتم شما هر اطلاعی از فلان شرکتی که داشتید بگید، مطمئن باشید کنگره آمریکا یه هفته‌ای کاری می‌کنه که دولت بایدن جلوشونو بگیره. خود اونا میدونن برای چی نفت قاچاق و پالایشگاه‌های کوچیکی که میگیرن که هیچ رابطه با آمریکا ندارن. آی دایی، شما که میفرمایید جلوشون میگیره، پس این گزارشی که هفته پیش منتشر شد در مورد اینکه مقداری نفت از ایران به چین رسیده و توی اون ذخایر استراتژیک چین قرار داده شده، در حالی بوده که آمریکا میدونست که این نفت رو به نام نفت فرض کنید امارات یا جاهای دیگه وارد چین کردن و کاری هم نکرده علیه کمپانی‌های چینی، این چه جوریه پس؟ بله، الان یه ایرادی هم که به تیم و دولت بایدن هست همینه. من یعنی اطلاعاتی که من دارم اینه که
یکی از نگرانی ها و ایراداتی که هست، چون یه بحثی تو واشنگتن حزبیه، حرفایی که علیه هم میزنن اینا رو بعد یه مقداری کنار گذاشت، بعد اون اصل رو نگاه کرد، چون تو خود مثلا سنا امثال سناتور منندز، شومبر، اینا ضد جمهوری اسلامی شدید دموکرات هم هستن. ما بعد وقتی نگرانی ها به اونجا رسید اون جدی بگیریم. یه سری نگرانی ها شده که آقا شما اجرای تحریم ها، یعنی سفت کردن تحریم ها رو انجام نمیده دولت بایدن، درست؟ ولی همین هم حدش خارج نکنیم. اولا اینکه شما فهمید درسته، ولی عرض کردم این قاچاق نفته، اگه چین دستش باز بوده میتونست هر کاری بکنه، خب دیگه احتیاج به تعویض کشتی و به نام امارات و پالایشگاه کوچیک و تخفیف و پولش قاچاق کنن نبود که. همون هم با ترس و لرز میکنه، ولی میزانش ببینید. همین داشتم چند رو پیش، یکی از چندی پیش، همین هفته در روز پیش، هم که این گزارش در اومد، یکی از این تلویزیونای معروف گوش میکردم، دیدم کارشناس معروفشون داره اینجوری میگه که بله آقای بایدن همه چی رو واگذار کرده و اون سیاست فشار حداکثری رو کنار گذاشته، جمهوری اسلامی با خیال راحت نفروشه. به گزارش نمیدونم فلان در سال گذشته 410 میلیون بشکه هم نفروخته در سال 2021. بله. بلومبرگ هم یه گزارشی در بود که مثلا از طریق ونزوئلا، به اسم ونزوئلا اونم چی، مالزی، اینا چقدر نفت ساده شد. حالا این دوتا رو بیام از جنجال بیام بیرون، بریم انداز، چون همه چی واقعیت، نگرانی واقعیته، این که تحریم ها رو سفت اجرا نمی کنن واقعیته، اندازه رو حد خارج بکنیم. یعنی اندازهش اینه که آقا همه چی رو به جمهوری اسلامی واگذار کرده، جمهوری اسلامی داره به ریش آمریکا میخنده، داره تغییرش میکنه، یا نه واقعیت رو ببینیم. همیشه حرف اینه. اگر ایراد که به دولت بایدن وارد، آخرت اینه که بیا من هم نگاه کنیم، بیاییم گزارش بلومبرگ، دو تا گزارش، یکی یونایتد اگر نوکلیر ایران، بلومبرگ میگه که در سال 2000 و در سال 2021، یعنی سالی که تموم شد، ایران و ونزوئلا مشترکاً 890 هزار بشکه در روز به چین نفت فروختن. مشترکاً، نمیدونم چه مال ونزوئلا سینه، بگم اکثرش هم مال ایران. ولی همون گزارش میگه که این میزان در سال 2020 زمان ترامپ بوده 580 هزار بشکه. یعنی من میخوام سوال بکنم 890 هزار بشکه به چین، ونزوئلا و ایران مجموعش، این میشه فشار حداکثری نزدیک 600 هزار بشکه؟ این میشه که زمان آقای ترامپ بوده میشه، ببین زمان آقای ترامپ بوده 600 هزار بشکه، میشه فشار حداکثری 890 هزار بشکه که رسیده، یعنی نزدیک 300 هزار بشکه افزایش پیدا کرده که خیلی هم بد اتفاقا، این میشه وادادن جمهوری اسلامی برنده است. یا مهمتر از همه گزارش که خیلی سر صدا کرده مال سازمان اتحاد یونایتد اگینست نوکلیر، اتحاد علیه یونامی یا اتحاد علیه ایران هست. به این خیلی جالبه، چون اومده اینا رو من مرتب دنبال میکنم، اومده مال مؤسسه کپلر تانکر تراکر و اینا رو مرتب رصد میکنه. هموطنان برین گوگل کنید یونایتد اگینست نوکلیر ایران، میبینن بله اصلا یه بخشی داره اسمش نوشته تانکر تراکر، تمام نفت ایران رو از 2018 19 20 20، همه اینا هست. اینا که میگه 410 میلیون، ببینید میگه در سال گذشته جمهوری اسلامی، این میگه اینا برآوردهای حداکثر، آمار که کسی نداره، برآوردهای حداکثری کپلر و کیو کیو گرفتن، میگن در سال گذشته جمهوری اسلامی 417 میلیون بشکه نفروخته. یعنی چی؟ یعنی آقای بایدن کاملا واداده. اوکی، منم اعتراض دارم به روزی میشه روزی 1,140,000 بشکه، 1,140,000 بشکه، ولی تو همون گزارش مال یونامی نوشته این میزان 40% از 2020 زمان آقای ترامپ بیشتره. پس زمان آقای ترامپ چقدر بوده 2020؟ 294 میلیون بشکه نفروخته، روزی 800,000 بشکه. من میخوام ببینم چطور میشه 1,140,000 بشکه که خیلی هم بده، باید بشه به صفر برسه، 1,140,000 بشکه که زمان دولت کنونیه میشه وادادگی، ای وای بیچاره شدیم، 800,000 بشکه در زمان آقای ترامپ، این میشه فشار حداکثری. تازه چین هم اگه نگاه بکنیم، چین در زمان گزارش همین یونامی 600,000 بشکه در زمان آقای بایدن روزانه، 400,000 بشکه در زمان آقای ترامپ. پس شما معتقدید که بایدن صفر و سخت‌تر داره پیش میره در برابر جمهوری؟ نه، من میگم، من که اولش گفتم بایدن داره شلتر میده، ولی میزانش شده بله. در زمان آقای ترامپ بوده 400,000 بشکه، رسیده به 600,000 بشکه، روزی 200,000 بشکه.
آیا جمهوری اسلامی رو صندلی قدرت نشسته داره آمریکا رو تحقیر میکنه برای روزی 200,000 بشکه نفت؟ بله، در زمان آقای بایدن سفت و سخت اجرا نمی کنن تحریما رو، ولی 40% حدودا بیشتر از زمان آقای ترامپه. این تغییر استراتژیک نمیده معادله رو، بده، انتقاد دارن میکنن، ولی اندازش رو باید ببینیم چقدره. خب، موضوع مهم دیگر هفته که به مذاکرات هسته‌ای مربوط میشه، اشاراتی از سوی رئیسی و وزیر خارجه در مورد احتمال رایزنی‌های مستقیم بین ایران و آمریکا برای احیای برجام. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که اگر به مرحله‌ای برسیم که دستیابی به توافق خوب با تضمین‌های قوی مستلزم مذاکره مستقیم با آمریکا باشه، این گزینه رو بررسی خواهیم کرد. رئیسی هم در چرخشی 180 درجه‌ای نسبت به اون چه در آذر 99 گفت که سخن گفتن با آمریکایی‌ها امری خطاست، اکنون یعنی در بهمن 1400 میگه اگر طرفین حاضر باشند تحریم‌ها رو علیه ایران لغو کنند، جا برای هر گونه توافق کاملا وجود داره. آقای دایی، ظاهرا به نظر میرسه که با تاییدات پشت پرده خامنه‌ای دارن راه رو برای مذاکره مستقیم با آمریکا هموار میکنن و به نظر میرسه که ایران و آمریکا به زودی پشت میز مذاکره قرار بگیرن در کنار هم دیگه. نظرتون چیه در این مورد؟ من فکر میکنم مثل خود سازش هسته‌ای هنوز موانع زیاده، جدی باید بگیریم این که توی یک سال توافق نشده، من که موانع زیاده، اینا رو باید جدی گرفت. ربطی به تمایل دو طرف هم نداره ها. جمهوری اسلامی دلش میخواد برگرده به برجام، تحریما برداشته بشه، در این تردیدی نی. بایدن هم میخواد. موانع زیاده، موانع جدی وجود داره. دیدار مستقیمشون هم موانع هنوز زیاد داره. من فکر کنم برداشت خود من اینه. اولا جمهوری اسلامی حرفایی که میزنه که میگه این خط قرمز ماست، نمیدونه که حرفای مفته. جمهوری اسلامی باید سازش بکنه، جیبش خالیه، احتیاج داره، نیازم باشه با هر کسی مذاکره خواهد. این حرف شما، این تغییری که اینا قبول کردن برن پیش پوتین اینطور، خب پیش آمریکا میشینن، اینا براش مسئله نیستش که. این مهم نیست، مهم اینه که همون حرفی که موسویان یادن که آقا ما وقتی مذاکره میکنیم دو تا اصل رو رعایت میکنیم، مصلحت و آبرو. مصلحت هم یک کار باشه باید بکنیم، ولی طوری بکنیم که آبرومون هم حفظ شه. یعنی میان توجیهش میکنن، آخ آمریکا کوتاه اومد، آخ فلان شد، فلان شد. بنابراین یه نگرانی هم که الان تو واشنگتن تو اینه که چون شما حتی موقت هم میخواد چیزی امضا بکنید، تو اینا هدف اینه که الان موقتی یه چیزی امضا بکنن، یه امتیازاتی بدن، جمهوری اسلامی هم متوقف بکنه غنی‌سازی 20% و اینا رو به بازرسی آژانس اجازه بده تا برسن به توافق اصلی. ولی بعد به یه چارچوبی برسن، یه چارچوب کلی توافق بکنن، بعد برای جزئیاتش یه سال الان طول میکشه. درست؟ من فکر کنم موقع اینا دیدار خواهن که اون چارچوب دست پیدا بکنن، امتیاز بخوان بدن به جمهوری اسلامی. نگرانی هم در واشنگتن تو اینه که اون چارچوبی که الان به دست اومده از مینیمم برجام هم کمتره، امتیازاتی داده تیم بایدن که حتی کمتر از اون چیزیه که انتظار میرفت. اینه که ناراحت. خب، بعضی گزارش ها از وین حکایت از این داره که عده‌ای از اعضای تیم آمریکا از تیم جدا شدن. مثلا آقای ریچارد نفیو که در گزارش‌های خبری از ایشون به عنوان معمار تحریم‌ها یاد شده از همون دوران آقای اوباما، و حتی من اسم آریان طباطبایی رو هم دیدم، آقای دایی متخصص امور هسته‌ای. فکر می‌کنید علت این جدایی چیه؟ آیا بینشون اختلاف افتاده؟ چه عاملی فکر می‌کنید باعث شده؟ بله، هم خانم طباطبایی جدا شده، هم آقای نفیو. اختلاف هم بوده در این طریقه، اختلاف هم نمیگم، ولی اونطور که من شده، یعنی صحبتهایی که من داشتم، برداشت خود من اینه که ببینید، من خیلی خلاصه میخوام چند دقیقه بگم که احتمال سازش هم باشه سر کجاها اختلاف. ببینید، یه اجماعی بود تو خود سنا، تو خود واشنگتن، که آقا ما یه حد اقلهایی رو اگه آقای بایدن رعایت بکنه مجموعاً اوکی خواهند داد، مجموعاً، چون ممکن به برجام خیلی ها اعتراض داشتن، خروج از برجام هم خیلی ها مخالف بودن. حالا رسیدن به اینجا میگن اگر آقای بایدن این کار رو بکنه میشه یه اجماع باشه. اجماع به این معنی که لااقل دموکرات های گردن کلفت سنا
اینا مخالفت با آقای بایدن نکنن، مثل آقای منندز و غیره، چون اکثریت مخالف امتیاز دادن. ببینید این بوده: یک، حفظ برجام، حفظ برجام به صورتی که چارچوبش حفظ بشه. حالا توضیح میدم چرا سر این اختلاف. دو، بازرسی های شدیدتر، چون معلوم شد جمهوری اسلامی دروغ میگه. سوم اینه که به اصطلاح پاسخ به سوالات آژانس که حتی سال 2015 آقای اوباما کوتاه آمد، بعد پاسخ بده، به خصوص سوالات جدی که الان مطرح شده. بعد اینکه تا قبل از اینکه سازش نشه و جمهوری اسلامی عقب نشسته و راستی آزمایی نشده، امتیاز نده آقای بایدن، نیاد امتیاز گردن کلفته بده. این مسئله منطقه موشکی هم بحث بکنن، این مهمتر از همه. و آخرش اینه که تحریم های غیر هسته‌ای رو به هیچ وجه دست نزنه آقای بایدن. به نظر میاد که سر همه اینها داره کوتاه میاد یه جورایی، یعنی برداشت من اینه. یکی سر برجام، ببینید این نکته خیلی مهمه، من میخوام تکنیکی نباشه که هموطنان متوجه بشن اینو، که اینجاست که فکر کنم خانم طباطبایی هم، من فکر کنم اختلاف سر همین بوده. ببینید تو برجام این بود که گریز هسته‌ای، زمان گریز هسته‌ای، یعنی زمانی که جمهوری اسلامی لازم داره با این تعداد سانتریفیوژایی که داره و میزان اورانیوم غنی شده 3.5% که دستشه، چقدر طول میکشه بتونه 20 چند کیلو اورانیوم 90% تولید بکنه برای اندازه یه بمب. به این میگن بریک اوت تایم، گریز، زمان گریز هسته. اینا رسونده بودن به یه سال، یعنی با اون سانتریفیوژای نسل اول و تعداد سانتریفیوژایی که بود و اینکه ذخایر اورانیوم بیشتر از 300 کیلو نباشه، زمانش بود یه سال. الان رسیده چقدر؟ الان رسیده به 2 هفته. میگن آقای بایدن اینو برگردون به یه سال، ولی اشکالش اینه اولا جمهوری اسلامی تو این یک سال گذشته، بیشتر یه سال و نیم گذشته، یعنی این تخلفاتش از زمان آقای ترامپ شروع کرد، ولی بخش یعنی تا 20% زمان آقای ترامپ بود، ولی 60% و تولید فلز و نام چی و چی همه زمان آقای بایدن بوده. که ببینیم میگن که جمهوری اسلامی نسل 6 سانتریفیوژ رو اومده نصب کرده، تجربه کسب کرده، تجربه هم در تولید سانتریفیوژ تو این مدت، هم در استفاده، یعنی غنی سازی که کرده، تجربه بسیار مهمه. فلز اورانیوم هم تولید کرده. اینا همه برای بمبه، فقط هم برای بمب. میگم باشه، ما الان می‌خواستیم بچسبیم 60%. شما می‌خواید این سانتریفیوژای نسل جدید رو چیکار کنی؟ اگه بذاری یه گوشه، جمهوری اسلامی در عرض 2 ماه میتونه عمر نصب بکنه بره به طرف بمب. برای اینکه برکات برسه به یه سال، بعد تمام سانتریفیوژای نسل جدید نابود بشه، از ایران خارج بشه. دوم، چجوری جمهوری اسلامی اینا رو تولید کرده؟ کجا تولید کرده؟ اینو باید به آژانس گزارش بده. مواد اولیه‌اش از کجا آورده؟ کجا خرید کرده؟ یه سوال جدیه. ببینید، بنابراین مسئله این نیست که تعداد سانتریفیوژا رو دوباره کم بکنن، بگم میزان اورانیوم غنی شده تام بفرست خارج. موضوع اینه که اگه بخوام برسونمش به یه سال، باید اقدامات اضافی بکنم، اضافی بر برجام، بعد نابود بکنن. یکی دیگه از موارد اختلاف اینه که ببین تو برجام گفتن سانست، یعنی که کدام یکی از محدودیت‌های برنامه هسته‌ای برداشته میشه بعد از چند سال. مثلا گفتن 2026 یا 2032 جمهوری اسلامی بتونه سانتریفیوژ بهتری بذاره، یه اورانیوم بیشتری تولید بکنه، مثلا بهش میگن سانست، غروب محدودیت‌ها. خب الان 6 سال گذشته، شما بخواد همون برجام بپذیرید، بگی دوباره 2026 و 2032، خب جمهوری اسلامی برنده شده، باید بدین اضافه کنی، 6 سال بعد بهش اضافه کنی. اینم به نظر میسه میخوان کوتاه بیان. پاسخ سوالات آژانس، اینا سوالات جدیه که به نظر میسه سر هسته‌ای تیم آقای رابرت مالی جدیت ندارن. بعدم اینه که حالا میگم بحث منطقه رو جدی نگرفته آقای بایدن، قرار نیست راجع بهش صحبت بکنن. یه چیز جدی دیگه هم هست که اینه که ببینید جمهوری اسلامی میگه آقا من میخوام نفتم بفروشم، پول من بیارم. حالا در فروش نفت آقای بایدن قدرت داره، ولی برای اینکه بتونه پولشو با سیستم بانکی پس بگیره، کلی تحریم‌های غیر هسته‌ای هست مربوط به پولشویی، تروریسم، موشکی، چی چی و FATF. آقای بایدن میخواد اونا رو هم تعلیق بکنه. سر اینم اختلافه. یعنی ببینید سر همه این موارد به نظر میرسه که اینها میخوان کوتاه بیان. یه دم الان من صحبت که با یه
دیگه داشتم اینه که یه دی نگرانن که با توجه به بحران روسیه که پیش اومده، آقای بایدن میخواد از این فرصت استفاده کنه بگه حالا که این مسئله جدیه، افکار عمومی هم نیستن، من این تنور رو بچسبونم با جمهوری اسلامی، امتیازایی که میخوام بدم برم. هنوز به جای نرسه که صدای سناتور رو دارم. به نظر من اولین نشانه های نگرانی خروج این دو نفره. من اگر ما دیدیم از طریق سناتور دموکرات ارشد که با اوباما هم مخالف بودن، با برجام هم مخالف بودن، اونا صداشون در اومد، بدونید که مسئله عقب نشینی خیلی جدی شده. هنوز ما خیلی فاصله داریم. من الان خودم میگم الان 60-40 احتمال سازش، 60-40، یه موقع گفتم 50-50 است، تردیدهای جدی الان 60-40 شده، بیشتر شده، ولی موانع رو جدی بگیم. برای نگرانی ها جدیه، سر تمام این مواردی که گفتم، منطقه غیره غیره غیره، اینا جدیه، ولی هم باید اندازش رعایت بکنیم، همین که ببینیم علائمش کجاست، ببینیم کجا داره این خودشون نشون میده. و یه نکته بایانم که همواره به شما گفتم، اگه حتی برگرده همه امتیازاتم بده، هیچ کمپانی در اینا سرمایه گذاری نخواهد کرد، بخش مهمی از تحریم باقی خواهد موند، جمهوری اسلامی اقتصادش ورشکستگیش ادامه پیدا خواهد کرد، چیزی بیشتر بسیار کمتر برجام هم گیرش خواهد اومد. ولی به این معنی نیست ما نگران نباشیم، چون همه این نگرانی که من گفتم نگرانی هایی که اینها تو واشنگتن دارن، ما نگرانی مردم ایران هم هست که آقا به جمهوری اسلامی امتیاز نده، باهاش رفیق نشو، باهاش سازش نکو، بیا طرف مردم. این نگرانیم که بالاتر از همه ایناست برای ما. ولی آی دایی وقتی صحبت میکنید با هموطنان در داخل کشور، اولین سوالی که مطرح میکنن اینه که آیا اینا به توافق میرسن؟ یعنی یه حالت انتظار دارن، صبر و انتظار، دلشون میخواد که توافقی صورت بگیره، قیمت دلار بیاد پایین، قیمت مثلا اجناس بیاد پایین. برای ایرانی ها فکر میکنم الان اون نگرانی اصلی، اون اندیشناکی اصلیشون همین مسئله اینه که اینها به توافق برسن و دلار ارزون بشه. نمیدونم این برداشتی که من دارم. این هم برداشت هم. من خودم هم صحبت‌های زیادی که با ایران دارم، با کسان مختلف، این هست. مردم واقعاً اندر فقر و بیچارگی به حد رسیده میان که اوکی، ما که میدونیم حالا برجام بشه نشه، هرچی بشه تأثیری در وضعیت حکومت نداره. حکومت مثلا آینده ای نداره، ولی الان یه مثلا تنفسی برای ما باز میشه. یه عده اینو میگن، ولی واقعش اینه که من متاسفم اینو بگم، من زمان برجام میگفتم، خیلی به من ایراد میگرفتم، گفتم هموطنان عزیز باور کنید با اومدن برجام چیزی تغییر نمیکنه. ما از همون فردای برجام بودید تظاهرات تو ایران شروع شد، بازنشستگان، کارگران، معلمان، هیچ چیزی مردم نیاد، تورم هم بیشتر شد، انقدر نحفره دارن تو منطقه و جاهای دیگه، نمیان خرج مردم بکنن که متاسفم واقعا حتی با سازش چیزی گیر مردم نخواهد اومد. این قابل تاسفه. ممکنه سکسکه بشه، مثل که به بیمار حاد بسیار خطرناک شما به جای درمانش به دوتا آسپرین بدید، یه نیم ساعتی یه ساعتی یه سکسکه میشه در ایران، یه چه میدونم یه ماه دو ماه شیش ماه ممکنه اثر روانی بسیار نامحسوس، چیزی ارزون نخواهد شد. از این رشد بی سابقه گرونی های مقداری رشدش رو کنتر میکنه همین. بله. خب آی دایی در وین همینطور شاهد یک اعتصاب غذا بودیم از سوی بری روزن، دیپلمات سابق آمریکایی که 444 روز هم در اسارت گذرون در ایران در اون اوایل انقلاب. برای روزن آمد، یک اعتصاب غذای چند روزه اونجا داشت، بعد دیگه هم بهش ملحق شدند، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی آقای برزگر رفت اونجا، یه دیگه از هموطنان رفتن. برای روزن خواستار این شد که دولت آمریکا در اون توافقی که میخواد با ایران داشته باشه حتما کاری بکنه که، یعنی خواستار کسب آزادی اون چهار آمریکایی ایرانی تبار بشه، و بقیه آقایون و خانم هایی هم که اعتصاب قضا کردن خواستار این شدن که زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی آزاد بشن. فکر میکنید که آیا تأثیر ملموسی داشته این اعتصاب قضا بر این خواسته ای که اینها داشتن؟ از بکنم خب رسانه ایش کرد افکار عمومی تو هر میزانی که تو آمریکا خود زیاد باستاب که تو خود آمریکا نداشت، تو فضای ایرانی بود بیشتر،
متأسفانه تو آمریکا زیاد مطرح نشد، بعد خود آمریکا هم شکل میگرفت، بعد جدی بود شکل میگرفت. بنابراین تأثیرش محدوده، ولی به هر میزانی که ما مسائل مربوط به حقوق بشر رو بیاریم وارد بکنیم به نفع ماست، به نفع ماست، به این معنا که از دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی جلوگیری میکنه. ببین یه سناریوی بود زمان آقای اوباما که ما با جمهوری اسلامی نه تنها سازش میکنیم، رفیق میشیم. یادتونه که جان کری با جواد ظریف انگار 40 سال با هم رفیقن. بله، یه فیلمی هم منتشر شد آقای دایی، فکر کنم 2-3 هفته پیش بود، داخل هتل که اینا همدیگر بغل کرده بودن. آقای کری فکر میکنم آقای حسین فریدون برادر حسن روحانی رو بغل کرده بود، مثل که یکی از مادرش فوت شده بود. بله، من داشتم، من اینو عکساشو داشتم از قدیم. بله. یعنی یه طوری داره آقای جان کری به حسین فریدون برادر روحانی تسلیت میگه، انگار 40 سال با هم جبهه بودن، رفیق بودن. همچی غم و غصه در چهره جان کری که آدم دلش ریش میشه. من یادمه که این آقای جان لیمبرت اینو چیز اون کی بود سخنگوی فارسی زبان، یادم رفت، آلن ایر که آورده بودن، این موقعی که مادر ظریف فوت کرد تو فیسبوکش بهش نوشتش که اینه تو فیسبوک خود انا لله و انا الیه راجعون و یه آیه هم نوشت و تسلیت به ظریف. پیش گفتم نوشتم تو فیسبوک آقای آلن ایر شما رو آوردن اینجا که مثلا نماینده وزارت خارجه باشی، مداح شدی، روزخون شدی. یعنی واقعا میگم ببین رفیق بودن. الان ببینید چجوری پوتین با اینا رفتار میکنه، کی جرأت داره با اینا بره قدم بزنه تو ژنو؟ اینقدر بی‌آبرو شدن برای چی؟ حقوق بشر، شکاف بین مردم با نظام. هر چی ما اینو بیشتر بگیم امتیاز دادن به این حکومت دشوارتره. چون ببینید هسته و اینا مشکل ما که نیست، مشکل جدی ماست، ولی من معتقدم این سازش به طور اساسی که مسئله حل نمی‌کنه، تبلیغاتش مهمتره که جمهوری اسلامی بگه آمریکا با ما رفیق شد، درست، با ما سازش کرد. این خیلی بده، اینا برای ما خیلی بده. برای من با هر نوع سازشی من شخصا مخالفم. بله، اما با حقوق بشر یه مسئله جدیه، این رو هرچی بیشتر مطرح بشه. و این حساب غذا هم کمک کرد، به خصوص حساب غذا از ایران داخل زندان‌ها شروع شد، هست، ادامه داره. و مسئله سرکوب که تو ایرانه مسئله جدیه، هر چی بیشتر این تو آمریکا مطرح بشه جدی‌تره. خب آقای دایی، موضوع دیگری که مایلم با شما مطرح کنم به جنگ تبلیغاتی رژیم با مخالفین مربوط میشه. اخیراً نشریه اینترنتی خط حزب الله که ظاهراً توسط بیت رهبری هم کنترل میشه، از این بابت گله کرده که در گفتمان کنونی در جامعه از دودمان پهلوی به عنوان دلبر و از انقلاب اسلامی به عنوان دیو یاد میشه و اعلام کرده که اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشه جریان انقلابی ضربه خواهد خورد. در همین حال معاون وزارت کشور شخصی به نام تقی رستموندی که از چهره های امنیتی نظام محسوب میشه هم گفته که بررسی هاشون نشون میده که در ایران میل به اعتراض و مهاجرت بالا رفته و تاب‌آوری مردم هم کم شده و میل مردم به تغییرات اساسی در کشور افزایش یافته. آقای رستموندی این شرایط رو خطرناک توصیف کرده. حالا با توجه به برگزاری این تجمع‌های اعتراضی از جانب مردم از هر قشر و پیشینه اقتصادی و گرایش سیاسی و گروه سنی مثل معلمین، بازنشستگان، کارگران، جانبازان و حتی زندانبانها، فکر میکنید دوام سیاسی نظام تا چه حد در معرض خطر قرار داره؟ به خصوص با توجه به اینکه برخی اعضای نیروهای امنیتی هم دستورات موافقشون برای سرکوب رو رعایت نمی کنند که میتونیم به مورد اصفهان اشاره کنیم. آی دایی، من عرض کنم که من همواره معتقد بودم جمهوری اسلامی تمام مشروعیت خودش رو دست داده نزد مردم، هیچ دلیلی برای ماندگاری خودش نزد مردم، هیچ توجیهی وجود نداره. مردم بالاخره اونایی که جوانتر مسنترن با گذشته مقایسه میکنن، یا شنیدن یا دنیا رو میبینن. الان دیگه عصر اینترنت و آگاهی هاست،
که در چه فلاکتی ما به سر میبریم، در اون دریای نفت و گاز هم خوابیدیم. مثلا چجوری میخوان توجیه بکنن؟ چجوری که بیان تو یمن و تو سوریه خرج بکنن از سفره مردم ایران؟ هیچ مشروعیتی برای ماندگاری نداره. سوای مشروعیت فکری و گفتمانی و ایدئولوژیک هر چیزشو بذاریم، هر در واقعی هم مردم دیگه هیچ امیدی به بهبودی براشون توی حکومت ندارن، دنبال راه خارج از حکومت میگردن. این یه تغییر دورانی بوده که اتفاق افتاده توی این 5-6 سال و این دوران جدیده. هیچ حالا نتیجهش اینه که ما وارد یه دوران شدیم. دو تا چیز رو من محور میگیرم توی این دوران: حکومت چیکار میخواد بکنه، ما میخوام چیکار بکنیم. ببینید اصلا صحنه مشخصه، صحنه اینه که مردم میخوان حکومت رو بندازن، میخوان تغییر بدن، میخوان عبور بکنن، هر اسمی دلمون میخواد بگذاریم. نمیخوان. حکومت میخواد سرپا بمونه. معادله اصلا دیگه خارج از این نیست. بقیهش حرفه. گذشت. اون دوران گذشت. هیچ کارت برنده ای نداره این جمهوری اسلامی. نه حمایت بین المللی خواهد توانست جلب بکنه. نه میتونه با کارت اصلاح طلبی بازی کنه. هیچی نداره. تنها چیزش چیه؟ سرکوب. سرکوب، سرکوب، سرکوب. برای سرکوب هم همجوری که نمیشه که همه رو 1 میلیون یار رو کشت. اصلا برای این مقاومت برش به معلم ها اجازه میده. نمیتونه. میشه مدیریت سرکوب. برای این باید دو تا چیز رو حفظ بکنه. یکی اقتدار خودشو نزد مردم، که من قدر قدرتم که مردم بترسن، نیروهای خودش هم نگه بداره. اقتدار خیلی مهمه. اگه شما نشته باشی نیروهای خودت هم میپاشن میرن. دیگه نمیتونی سرکوب بکنی. برای همین این اتفاقی که تو کرملین افتاده یه ضربه اساسی به ایناست. برای همین هم اینه که هموطنان که میان تو این تلویزیون ها هست صبح تا شب از هرس بایدن میان به جمهوری اسلامی امتیازات خیالی میدن، دارن دست جمهوری اسلامی پر میکنن. بنابراین اقتدار و بعد انسجام، یعنی همه اون بالا ولی فقیه بر رئیسی اینا بتونن سرکوب بکنن. چون اولین اثر سرکوب اینه که تو نیروهای خودشون فشل میشن، اختلاف میفته، شکاف میفته. بنابراین اقتدار مال ما چی؟ ما این بر راهی پیدا کنیم حکومت بندازیم، گروه ها به هم نزدیکتر بشن، اختلافاتشون کمتر بشه، راه حل ساقط کردن حکومت رو ما پیدا کنیم بریم جلو. معادله خارج از نازیست، ممکنه زمان ببره 1-2 سال. اصلا دیگه راه حل دیگه متصور نیست، معادله دیگری متصور نیست که بگیم آن این حکومت سقوط میکنه یا نه، مردم تو خیابون میان یا نه. همین اتفاق خواهد افتاد. موضوع اینه که چگونه، چه زمان، با چه طریقه، چه طریقی. دیگه بقیش به اعتقاد من بحثای حاشیه‌ایه. حاشیه‌ای که نه، بس یعنی اصل دعوا معادله اینه. بله. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با روزنامه البلاد بحرین گفته که این اعتراضات به حمایت جهت همافزایی و یکپارچگی نیاز داره، به معنای وصل کردن اعتراضات به یکدیگر و تقویت صدای اونها. و بعد اضافه کرده که این کاریه که اپوزیسیون میتونه و باید انجام بده. آیا شما چنین تلاشی رو از جانب اپوزیسیون مشاهده میکنید برای وصل کردن اعتراضات به یکدیگر، خصوصا با توجه به اینکه گروهای چون پادشاهی خواهان و مجاهدین خلق چشم دیدن همدیگر رو ندارن؟ فقط این دو گروه نیستن. ببینید، ما تو زمان آقای ترامپ اتفاقی که افتاد تو جامعه آمریکا و قطبی شد، واقعا دستبندی ها طوری شده بود که هست، هنوز هم هست دیگه، اصلا هیچ را گفتگوی نبود. تو جامعه سیاسی ایران هم حکومت دامن زده، هم یه سری گسست هایی تو جامعه سیاسی فرهنگی همه ایرانی ها بوده سالیان سال، اینا هاش کدوم حل نشده بوده. ما واقعا یه کولباری از مشکلات تو این سالیان سال همه بوده، سر هیچ چی نمیشه توافق کرد. سر اینکه 5 سال پیش مردم چی میخواستن، 4 سال پیش چی میخواستن، الان چی میخوان، چرا انقلاب شد، چرا نشد، 28 مرداد چی بود، انقلاب مشروطیت چی بود، سر هر چیزی شما بگید اختلاف. اختلاف که هیچ. آخ شما فکر کنید یه تریبونال آبان ماه، من زندش مثال میزنم، بهتونم گفتم اون دفعه دیگه، حالا 1000 جور میشه بهش ایراد گرفت دیگه. ببینید چه دعواهایی توش در اومد. نباید دامن زد، نباید با هر اسم گروهی. بقیه هم اینجور فکر میکنن. اتفاقا تو داخل وقتی اینا رو میبینن ناراحت میشن. گروه های خارج هم به اعتقاد من اینا باید سعی بکنن که بالاخره هر کسی طیف خودش رو تو داخل داره دیگه، هر کسی
یه طیف هوادار داره، سعی کنید در درجه اول این طیف هوادار رو در حد اکثر بسیج کنه، سازماندهی کنه و از اصطکاکا کم کم بکنن. ببینید من گفتم این معادله ما وقتی که چجوری حکومت بندازیم، این بخشش یعنی همین یکی از اقدامات ضروریه. بعد از اختلافات کم بکنیم، از دعوا کم بکنیم، نریم تو توییتر و فضای مجازی و توی رسانه از صبح تا شب فوش و اعتراض به هم دیگه. خب این کاری که الان دارن میکنن این گروه ها، همون دو گروه که خدمتون عرض کردم دارن انجام میدن مرتب، به خصوص های دایی مجاهدین خلق. خب میدونیم دیگه در تیرانا مشغولن و فعالیتشون روز به روز هم گسترش پیدا میکنه. ببین من اعتقاد دارم، به طور کلی اعتقاد دارم هر کسی در درجه اول اگه این طرز تفکر داشته باشه که آقا ما الان در شرایطی نیستیم که فکر کنیم هواپیما تو به اصطلاح فرودگاه منتظر ما رو بره کی برسه به خودت، نه چیکار کنیم حکومت بیفته، این دستگاه داشته باشه تلاش داخل رو معیار قرار بدیم، خارج اصلا فراموش بکنیم، بگیم آقا در داخل ایران در صحنه بین‌المللی، مثلا من با خیلی ها سر مسائل اختلاف نظر دارم ولی میبینم میرم تو کنگره فعالیت میکنم، خیلی هم خوشم میاد، خیلی هم تقویت میکنم، حمایت هم میکنم، مال هر گروهی باشه، مال مجاهدین باشه، نفتی باشه، هر چی باشه، به میزانی که کاری که میکنن اله جمهوری اسلامی، هدف جمهوری اسلامی باشه، کار خیلی خوبه. یعنی ما اگه هدف رو این قرار بدیم از خیلی از مسائل کم میشه. با نصیحت که کار درست نمیشه که آقای فرادی عزیز، همه اینها با اینه که ما چی کار باید بکنیم. من هموارم گفتم حتی اتحاد، ائتلاف، همبستگی یا نزدیک شدن، حالا اتحاد چی، کل اینه که چی کار میکنیم. با حرف و تو توییتر که نیستش که، چی کار میکنه هر کسی، چی کار میکنه. بنابراین در عمل ببینیم در ایران چی کار میکنه، چجوری نیروهاشون رو سازماندهی میکنن، چجوری میان پیام اونا رو به خارج برسونن واقعا، و در تماسی هم که با خارج دارن، لابی که میکنن، صدای مردم ایران، و این بسیار مهمه. به ایرانی ها قوت قلب میدن. مسئله معلم ها، این بعد مسئله یک میباشه تو خارج کشور، بعد تمام سندیکای معلمی در سراسر دنیا بیان حمایت بکنن، تو پارلمان ها مطرح بشه، انرژی باید رو این مثلا متمرکز، یا کارگرا یا زنا یا چی چی چی. ولی واقعا میبینید همین مثلا اعتصاب غذا، حالا خوب بود 5 نفر 10 نفر، متاسفانه ما ایرانی ها اونا که در خارجیم. من یه نظری در کل دارم که زیادم آقای فرادی نباید همه به خارج کشور نگاه کنیم، ببینیم در ایران چه اتفاق میفته. مهم خارجا، چون بالاخره در داخل که نمیدونن شکل بگیره یه سازماندهی، میکشن، دستگیر میکنن، شکنجه میکنن. خارج خیلی مهمه، ولی حتی نیروهای خارج هم به اون که در داخل انجام میشه رو با اون بسنجیم. هر کسی هم که واقعا گریبان یکی دیگر رو میگیره به نظر من کار درستی نیست. من خودم هم اینقدر حرف دارم بخوام بزنم، منم به اشتباهاتی کردم، گاهی اوقات عصبانی شدم، سر یه مسائلی منم اشتباه گفتم، بعد پشیمون شدم. واقعش اینه که آدم انرژیشو بذاره روی همین مسئله، اینکه جمهوری اسلامی هدف باشه یا لابی های جمهوری اسلامی در خارج هدف باشن. بله. خب آی در یک سایت خبری جمهوری اسلامی به نام رویداد 24 خبر عجیبی دیدم مبنی بر تکذیب خبر زندانی شدن، جاسوسی و حتی اعدام امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده سابق قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا که در فضای مجازی منتشر شده. اما در ادامه همین خبر اومده که هیچ یک از این شایعات صحت نداره و امیر اسماعیلی در سمت دستیار و مشاور فرمانده کل ارتش مشغول به فعالیته. در ادامه خبر میخوانیم که پیشتر شایعه کرده بودند که دلیل جابجایی وی از پدافند هوایی حضور جنگنده های F-35 اسرائیلی در آسمان ایران و عدم رهگیری اونها از سوی قرارگاه پدافند هوایی بوده. از اونجایی که معمولا هر خبری که در جمهوری اسلامی آقای دایی تکذیب میشه بعدا معلوم میشه که واقعیت داشته، فکر میکنید این امیر ارتش به راستی به خاطر عدم رهگیری هواپیماهای F-35 اسرائیلی مورد مجازات قرار گرفته باشه؟
خصوصا که میگویند ایشون یکی از خیشاوندان فرمانده سابق ارتش فکر میکنم آقای صالحی نامی بودن و بعضی ها معتقدن که این یک شایعه است و اصلا نباید بهش بها داد، چون ظاهرا تلویزیون جمهوری اسلامی فیلمی هم پخش کرده از رفتن این امیر ارتش به خونه خانواده یکی از شهدا. البته تاریخش مشخص نیست که دقیقاً که این فیلم برداری انجام شده. نظر شما چه در مورد این حادثه و اینکه آیا ممکنه اتفاق درست باشه، این خبر درست باشه و یک همچین کاری کرده باشن با یک امیر ارتش؟ از کنم که خب من اطلاع دقیق ندارم، ولی من سالیان سال که همین مسائل پدافند و این کار نظام دنبال کردم، این آقا یکی از ستاره های به اصطلاح جمهوری اسلامی بود. مثلا رفتاری که با قاسم سلیمانی میکردن که روش خیلی تبلیغ میکردن، در یه حدی کمتری رو همه این میکردن. خود جوان بود و خوش صحبت بود و همش تو تلویزیون بود، ستاره اینا بود که آدم باهوشیه و خوش صحبته و نمیدونم جوانی که شده سردار و سرلشکر و نمیدونم چی. این خیلی ستاره بود. تو جمهوری اسلامی هم رسم نیست که فرمانده های نظامیشون بفرستن خونه، از این شغل میزنن یه شغل مهمی که علنی باشه، همیشه اینا اینجور جا به جایی های ندیگه، یا حتی مشاورم میکنن که ببینن همه. این یه دفعه کنار گذاشتنش به این شکل و به محاق رفتن و زیر سایه رفتنش جای خیلی سواله. حالا این بس واقعا هم بوده که به علت ضرباتی که اینا بارها و بارها خوردن، اینکه آیا پهپادها به داخل کشور نفوذ کردن، پروازی بوده در داخل و این بی ارزگی اینا، این یه به اصطلاح بی ارزگی جدی نشون داده گذاشتنش کنار، خیلی جای سواله. ولی من بیشتر از این اعتراض دارم، ولی کل مسئله و این آسیب پذیری جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر من فکر کنم بی ربط نباشه. در گفتگوهایی که با روح الله زن داشتم در موقعی که برنامه با هم اجرا کردیم، یک نکته که ایشون تاکید داشت این بود که بیش از هر ارگان دیگر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران با اسرائیلی ها میسازن، میبندن و خلاصه ارتباط دارن و میگفتش که بیشتر فرماندهان سپاه هستن که میرن و جاسوسی میکنن برای اسرائیل و کمک میکنن به اسرائیلی ها. خب تو این دو سه سال هم تایید شده. ببینید کارهایی که اسرائیل کرده، چون ببینید اسرائیل در خیلی کشورها عملیات داشته، اصلا کتاب ها در اومده، گزارشات هست که همه جالب و جدیه، چون برای اسرائیل مسئله امنیت خودشون جدیه. به کوچک بودن کشور نگاه نباید کرد، واقعا اینا در خارج کشور خیلی شبکه‌های قوی دارن. در مورد جمهوری اسلامی تو 30 سال گذشته از زمان اسحاق رابین تا به کنون، اینها واقعا سرمایه گذاری انسانی و تکنولوژی کردن برای داشتن اطلاع، شبکه اطلاعاتی و نفوذ. خب وقتی شما در این حد عملیات میکنید، نه یه بار، نه دو بار، اصلا شما از سال 2007-2008 که این ویروس استاکنس شروع شده دنبال بکنید کارهایی که شده در مورد برنامه هسته‌ای و غیره، فخری زاده، برنامه موشکی، خرابکاری‌هایی که بوده، صحبت اینه که واقعا نفوذ در بالاترین سطح، اطلاعات در بالاترین سطح. شما وقتی به پالت با پالت اطلاعات ببرید، دیگه موش که نیست که باشه که سوراخ در بره که باید. در این حد شما، خب اینا معلومه در بالاترین سطوح آدم ها رو خریدن و این نشون جمهوری اسلامی بس جدیه. جمهوری اسلامی در بسیاری از سطوحش اینا ایدئولوژی که وابسته به حکومت نیستن، دنبال پول، منفعتن. خب اسرائیل هم رگ خواب اینا رو به دست آورده، تونسته اینا رو بخره. یعنی فکر میکنید پولی که اسرائیل میدن بیشتر از پولایی که میتونن در داخل رژیم به جیب بزنن؟ آیه دایی، هم پول هم آینده. آخه اینا خیلی خوش میدن جمهوری اسلامی آینده نداره، مردم پدر اینا رو در میارن. ولی خب بالاخره میگه طرف میگه خب من با اسرائیل باشم یه آینده ای دارم، بتونم پس فردا زن و بچه خودم بردارم برم. بله اینم ها. خب طبق معمول از مخاطبین دعوت کردیم اگر سوال یا کامنتی دارن برای طرح در برنامه که در اینجا اونا رو با شما دایی در میان میذارم. کاربری به نام مرتادلا در پاسخ به این سوال که راه رهایی از این رژیم سفاک ایران ستیز چیست نوشته، والا فکر کنم خود خداوند هم جواب این سوال را نداند. در پاسخ به این هموطنمون
اینه که واقعش اینه که راه حل کسی علم غیب که نداره که باید همه تلاش رو کرد. عرض کردم وقتی معادله اینه که این حکومت سقوط خواهد کرد، حکومت میخواد با سرکوب جلوشو بگیره، ما هم باید هر راهی رو پیدا بکنیم، همبستگی باشه، همگرایی، هر چیزشو بذاریم، سازماندهی در داخل باشه که به اون سمت بریم. علم غیب کسی نداره که، باید تلاش کرد. چاره ای نداریم، تضمینی هم کسی نمیده به ما که آقا شما این کارو بکن یه سال دیگه صعود میکنه. نه آقا، چاره ای نداریم. شما وقتی تو بیابون گیر کردی هر کاری میکنی نجات پیدا بکنی، دیگه صحبت از زمان و هزینه نیست، باید هر راهی رو بگردی پیدا بکنی. ما الان تو این مرحله. کاربری با نام مستعار وارادرو میگوید مشکل این است که یک فرد معمولی نمیتواند کاری را انجام دهد که شاهزاده توانایی انجام آن را دارد. بسیاری از ایرانیان میل و قدرت و اراده رهبری را دارند، اما مانند شاهزاده از اعتبار ملی و بین المللی برخوردار نیستند. البته این کاربر در توییت دیگری نوشته متاسفانه شاهزاده رضا پهلوی یا احمد شاه دوم نظر خود را تغییر داده و میخواهد به جای رهبری و پادشاهی در خارج از کشور زندگی کند. او فراموش کرده که نوه و پسر شاهان ایرانی است و پیرو راه کوروش بزرگ است. البته آقای دایی، شاهزاده همیشه بر این نکته تاکید داشته که مایل به بازگشت به مام وطن و بازپسگیری ایران از فرقه تبهکاره. نظر شما چیه در این مورد آقای دایی؟ من معتقدم که سازماندهی خیلی مهمه برای هر کاری. اینو بارها هم خدمتتون گفتم. میتونه یه شخص خیلی هم به تا جذابیت عمومی داشته باشه، ولی تا وقتی تبدیل به سازماندهی نشه کارای زیادی نداره. لازم هست، کافی ولی نیست. اونی که گفتم به این معنی که حتی مثال زدم انتخابات آمریکا که شما میتونید بهترین چهره رو بیاری بکنید کاندید ریاست جمهوری، ولی برای همه یه کار کوچیک که نفر بره تو خونش، از تو خونش، تو آشپزخونش بشینه ورقه رأی رو امضا بکنه، حالا نه اینکه بره پای صندوق، برای همون که بتونی آدم‌ها رو جذب کنید یه سازماندهی عظیم حزبی، صدها هزار نفر کار میکنن که تا اون حرکت کوچیک امضا کردن و انداختن تو پست عملی بشه، تبدیل اون محبوبیت اون شخص به عمل. این احتیاج به سازماندهی داره. هر کسی، من معتقدم هر کسی در خارج کشور، به خصوص که بارها من با این دوستان بحث کردم، گفتم آقا هر کسی بالاخره به یه گروهی نزدیک میبینه خودش رو دیگه، میگه آقا من مثلا با این گروه سکولارم، با این مجاهدینم، با سلطنت طلبان، با اینم، یا با هر کی، یا با اون گروه آقای شریعت مداری و شورای گذارم هستن. بالاخره به هر کی خوش کم نزدیک مونه، به هر میزانی که میتونه بره کار بکنه، بره در این تشکیلات ها شرکت بکنه، به جای اینکه همش بشینیم دخیل بمدیم. هر کسی هم وظیفه خوش بدونه، هر کاری هم میتونه در حد کوچیکی بره انجام بده. کامران نوشته کسی که به بایدن رای داده است هرگز درک درستی از حکومت جمهوری اسلامی ندارد. خب بذارید بگم، یعنی یه دهد ما متاسفانه ترامپ اللهی هم پیدا کردیم، یه سری هموطنان که اگه خود آقای ترامپ هم رضایت بده اینا رضایت نمیده. منم اصلا واقعا وارد تو فضای مجازی وارد بحث اینا نشم. تمام دنیا اینا بایدن و ترامپه. تمام اتفاقایشون بگید تو کره مریخ آب پیدا کردن، اینا یه جوری واسش میکنن به بایدن و ترامپ. هر چیزو از این زاویه نگاه میکنن. اولا اینکه شما از کجا میدونید من به کی رای دادم؟ هیچ وقت نگفتم. دوم، من تمام سیاستای آقای ترامپ در مورد ایران، سیاست خوبش، نه جایی که تملق میگفت، حمایت کردم. از حذف سلیمانی بگی، خروج از برجام بگی، حمایت کردم بارها، نه یه بار، دو بار ویدیوهاش هم درسته. هیچ وقت هم از انتخاب آقای بایدن نگفتم برید به ایشون رای بدید، نه نکردم. نه حتی این دوستان، این نیستش که شما حتی هیچی نگی. نه، شما باید کشته مرده ترامپ بشی، نه تنها در مورد مسائل، در مورد همه چی، در هر کاری که ایشون کرده باید کشته مردش بشی، وگرنه باطلی محکومی. این میشه ترامپ، این میشه ترامپ اللهی خالص. حالا من که باک هم نیستش که، من که از تعداد فالوور توییتر و اینا باک ندارم، بارا حرفامو زدم هزاران فالوور هم دست دادم. مثلا من مهم نیست که بخوام مثلا یه چیزی میرسم 2000 نفر بیان لایک بزنم، من حرف هر جا بگم راست باشه میگم. جایی که آقای تام تملق اینا رو میگفت انتقاد میکردم، به اینا برمیخورد. سر افغانستان چرا دور میرید؟ خب افغانستان کاری که آقای ترامپ که درست بود، برید با طالبان سازش بکنی، امضا بکنی، برید سخنرانی آقای خلیلزاد
نماینده آقای ترامپ رو گوش کنید ویدیوهاشو. میگه من که نیستم ویدیوهاش هایی حاضره. دیدار آقای پومپئو رو با همین ملا برادر و طالبان برید گوش بخواید که چی؟ بله آقای بایدن افتضاح زد با اون نحوه خروج. برای چی؟ همه این ور سیاه این ور سفید. این کارا درست نیست. بعد این میشه نتیجهش این میشه که شما اونو میبینید سفید سفید اینو سیاه سیاه. اینو میبینید به ایران انتقال میدید مردم ایران. که اون آقای ترامپ بهترین بود میخواستیم حکومت رو بندازه، آقای بایدن چی؟ الاج بایدن اومده اینا نجات بده. صبح تا شب میاد تو تلویزیون ها اینا میگید که مردم ایران اینجوری احساس کنن که یه ابرقدرت آمریکا کار زندگی آقای بایدن شده صبح تا شب به این حکومت امتیاز بده. اصلا میان مثل نشه فری بیکنه که با چرای دور برید. وقتی من دروغ مینویسه که آقای بایدن اومده معافیت داده برای صادرات برق به عراق به خاطر سازش هستی. دیدم خانم نیکی هلی ورداشته بود این ری توییت کرده بود فوش کشته بود با آقای بایدن. حالا خانم نیکی هلی هم کاندید بشه. واسه خانم نیکی هلی شما که میدونید که خودتون در جریان بودید در جزئیات که این معافیت برقی رو بیشترش در زمان خود آقای ترامپ که 4 سالی بود 4 ماهه بار 6 ماهه بار میدادن. رفت توی مذاکرات هسته‌ای نده. وقتی شما دروغ میگید برای اینکه سیاه و سفید میکنید. همه چی سیاه و سفید اینجوری نیست. من از آقای اوباماش بیشتری انتقادات کردم. نه من برای ویدیوهای من گفته‌های من پره. زمان آقای ترامپ از سیاستاش در مورد ایران اکثرش خیلی خوب بود. دو سال آخر خیلی خوب بود. اکثر اشتفا کردن. یه جاهایی هم که حرفای میزد که بیا با هم رفیق شیم و با همین رهبران میخوام با هم رفیق شیم و بهتون امتیاز میدیم و از این صحبت ها من انتقاد میکردم. تر انتخابات هم هیچی نگفتم کی بره به کسی رأی بده. هر کسی خیلی اختلاف نظر تو ایرانی ها تو آمریکا خیلی جدی بود. گرچه رأی ایرانی ها تأثیر نداشت که وقتی 7 میلیون میرن یه طرف دیگه رأی میدن رأی ایرانی ها تأثیر. ولی نه این من به این ترامپ اللهی ها جواب نمیدم. میگین که دو سال آخر ترامپ بعضی از کاراش رو تایید میکردید، این کشتن قاسم سلیمانی هم جز اون کارهاست که تایید میکردید؟ قاسم واقعا ضربه کوتاه بفرمایید. بله کوتاه بفرمایید. بله نه 100%. خروج از برجام، اجرا کردن جدی تحریم ها، گفتمانی که داشت که مردم احساس قوت میکردن تو دو سال آخر موقعی که آقای رکس تیلرسون بود وزیر خارجه‌اش، واقعا مصیبتی بود اون موقع، خیلی مصیبت. تو اون دو سال آخر هم یه جاهای زیگزاگای بدی میزد، ولی خوشبختانه چون دور و برش به خصوص آقای پومپئو بود جلوشو میگرفتن. مثلا تو بیاریس فرانسه واقعا خب این صحبت جدی بود، همه میگن بله. میخواست ظریف رو دیدار بکنه که آقای پومپئو خوشبختانه نذاشت. دو سال آخر به نظر من شاید میشه گفت بهترین دوران 42 سال اخیر در رابطه با جمهوری اسلامی باشه، دو سال آخر ترامپ. بله کشتن پس سلیمانی هم تایید. 100% کشتن سلیمانی ابو مندمنده، چون جرأت چه هیچ رئیس جمهور دیگه ای نداشت. امکانش بود دوست هم داشتن، هیچ کی جرأت نمیکرد. نیما بابک 67 نوشته دیر یا زود این رژیم هم رفتنی است و یکی از اعضایی که نقش مهمی در براندازی رژیم دارند بانوان هستند، چون جنس دوم جامعه محسوب میشند. مثلا در یک تصادف دیه یک خانم نصف دیه آقاست و همین جنس دوم و محدود کردن خانم ها قطعاً مهمترین راه رهایی از این رژیم صفاک خواهد بود. موافق دای دایی؟ صد. ببینید اصلا در بطن، در ماهیت ایدئولوژی این واپسگرایان، چه طالبان باشه، چه طالبان ایرانیش باشه، یعنی جمهوری اسلامی باشه، چه القاعده، اینا زن ستیزن، یهود ستیزن، ضد دموکراسی هن، ضد آمریکا، ضد تمدن و غرب، همه چی اینا. ولی زن ستیزن، این مهمترینش اینه، زن ستیزن. خب طبیعتا وقتی شما به یه قشر جامعه، 50% جامعه بیشتر بقیه ظلم میکنی، اونا در صف اول مبارزن، در این تردیدی نیست. ببین این مسئله حجاب، من چیزی به دوستام گفتم این یکی از اصرارهای جمهوری اسلامی نه. مثلا من دنبال میکردم کارهایی که تو خارج کشور میکنن، اولی یکی از اولین کاراشون اینه، دو تا کار در صدر کارهای جامعه المصطفی نه تمام کارهای خارج کشورش، یکی اینکه حجاب بکنن سر زنها به زور برای اینکه ایدئولوژیشونه، دوم روز قصر برگزار کنن. این دوتا رو ول میکنن. مسئله زنها مسئله واقعا جدی که به زور سر مردم حجاب بیه در حجاب بکنی، یعنی ظلمی بالاتر از این نیست.
بنابراین تردید نمونه، همونطور که به اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی اینا ظلم میکنن، به کارگرها اینقدر ظلم میشه، اینا در صفوف اول مبارزن، زنا تردیدی نیستش که در منتظر کسی هم نمیمونن بهشون میگه حقوقشون دفاع خواهند کرد. بله آی دایی، اگر این مسئله زنان نباشه واقعا این آخونده حرف دیگری برای گفتن ندارن؟ دارن؟ عرض کردم ماهیت ایدولوژی اینا یکی ضد تم. ببینید حرفایی که سید قطب نوشت، رهبر اخوان، که همین خامنه ای سه تا کتاباشو ترجمه کرده تو ایران، این از نظر ایدئولوژیک منیفست ایناست. یهود ستیز به غایت، ضد تمدن بشری، اصلا ضد تمدن، زن ستیز. در اصلا اینا در واقعا، چون بالاخره این برابری زن و مرد، حقوق زنان محصول همین 100 سال اخیر دیگه، تمدن، چون تا قبلش که تو همه این کشورها بلند ظلم میشده به زنها دیگه. اینا مخالفن، ضد زنن، در قایت ضد زنن، تحقیر زن، حجاب. یکی از دوستانم میگفت دیگه، میگفت آقا ما وقت که میریم ایران، هم که از فرودگاه وارد میشی، فرودگاه امام زهرمار که وارد میشی، میگفت زنی که از خارج اومده، این روسری که مجبور سرش بکنه بیاد تو فرودگاه، یعنی داره بهش میگه ببین تو تحت حاکمیت منی. یکی از اصلا چیزای سرکوب در جمهوری اسلامی همین حجاب اجباریه و این من. مسئله بسیار جدی، بسیار جدی. اسم خوبی روی فرودگاه گذاشتید، امام زهرمار. با سپاس از حسن دایی عزیز برای حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندن. ممنونم ازتون آقای فرودی عزیز، امیدوارم در این فرصت کوتاه تونسته باشم واقعا یه سوالاتی پاسخ بدم، ضمن اینکه مسائل جدی عرض کردم. یکی همین مسئله جنگ در یمن و عربستان و مسئله چرا به امارات، به متحد خودش، به پای خودش داره تیر میزنه جمهوری اسلامی، خیلی مسئله جدیه، ما این رو ندیده میگیریم، این بالا خواهد گرفت. یکی این مسئله است، یکی همین بحث روسیه و چین رو و اختلافشون با آمریکا، این رو در دفعات بعد بعد بگیم. این اختلافات در تیم هسته‌ای هم اینا جدیه، نگرانی هایی که من میگم، حالا سوای روزنامه ها، گفتگوهایی که من داشتم با دوستان تو واشنگتن، نگرانی های کمی بالا گرفته، جدی شده. ممنونم از شما و یه دایی عزیز. ممنونم. هفته آینده با امیر طاهری، روزنامه نگار برجسته بین المللی خواهیم بود. و ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان عزیز که از طریق سامانه vision.farhoodi.com و شبکه های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، توییتر و آیدیا تیوی این برنامه ها رو دنبال میکنید. در یوتیوب هم میتونید مشترک صفحه ویژن فرهودی بشید تا هر ویدیویی رو که پست میکنیم بلافاصله از اون باخبر بشید و جزو اولین بینندگانش باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. ایام